امیدیه خوزستان، درگیری جوانان شورشی با ماموران سرکوبگر رژیم، تهاجم شجاعانه به مزدوران و آزاد کردن یک جوان دستگیر شده. تیراندازی وحشیانه مزدوران خامنه‌ای به جوانان امیدیه، مقابله جوانان با یورش وحشیانه مزدوران، در هم شکستن خودروهای ماموران ولایت فقیه و گوشمالی مزدوران. خانم مریم رجوی: درود بر جوانان شورشی در امیدیه که با تهاجم به ماموران سرکوبگر جوان دستگیر شده را آزاد کردند. غروب روز دوشنبه 16 تیر، جوانان شورشی و شجاع امیدیه خوزستان در برابر یورش ماموران مقاومت و مقابله کردند و با گوشمالی دادن مزدوران خودروهای عوامل سرکوبگر را در هم شکستند. جوانان دلیر با تهاجم به مزدوران خامنه‌ای جوانی را که دستگیر شده بود آزاد کردند. ماموران وحشی ولایت فقیه رژیم به روی جوانان امیدیه آتش گشودند که منجر به مجروح شدن یکی از جوانان شد. این نوجوان 17 ساله که امید عبدانی نام دارد به دلیل شدت جراحات ساعاتی بعد در بیمارستان جان باخت. خانم مریم رجوی به مقاومت شجاعانه جوانان شورشی در امیدیه که به مقابله با مزدوران سرکوبگر برخاستند و با پسراندن آنها یک جوان دستگیر شده را آزاد کردند درود فرستاد و با محکوم کردن تیراندازی وحشیانه مزدوران ولایت فقیه به جوانان امیدیه که جان باختن یک جوان را به دنبال داشت به یاران و بازماندگان او تسلیت گفت. رژیم آخوندی در خبرگزاری رسمی و سایر رسانه‌های حکومتی با اذعان به درگیری و مقابله جوانان امیدیه با مزدوران سرکوبگر و با درج اظهارات مهران رفیعی فرماندار مزدور رژیم در امیدیه به نقل از وی که جوانان امیدیه را با وقاحت آخوندی شرور مینامید نوشتند. ماموران انتظامی امیدیه ساعت 19 شب با حکم قضایی یک فرد شرور در شهرک یاسر امیدیه را دستگیر کردند که جمعی از دوستان وی که از اراذل و اوباش بودند برای فراری دادن این متهم با ماموران انتظامی درگیر شدند. افراد یاد شده با چوب و سنگ به ماموران انتظامی حمله ور شده و ضمن مجروح کردن تعدادی از آنان به خودروهای پلیس و اورژانس خساراتی وارد کرده و متهم را از دست پلیس فراری دادند. فرماندار اوباش رژیم در امیدیه برای کمرنگ کردن جنایت شلیک به مردم گفت: ماموران پلیس برای آرام کردن جو منطقه اقدام به تیراندازی هوایی کردند که یک نفر از این مهاجمان که در پشت بام یکی از منازل بوده و حتی به سمت ماموران سنگ پرانی کرده بود در اثر اصابت تیر هوایی مجروح و به بیمارستان منتقل شد. بذار بگیرم فیلمش.